شاید برای خیلی از ماها پذیرش و باور این مسئله که تو یک سری از قبایل زنها میتونن با چند مرد همزمان ازدواج کنند و تو یه خونه با هم زندگی کنند موضوع خیلی عجیبی باشه ولی برای کسایی که با طرز فکر چند همسری برای یک زن تربیت میشن و بزرگ میشن این موضوع اصلا چیز عجیبی نیست به موضوع چند همسری برای یک زن میگن پولیاندری پولیاندری به معنی اینکه یک زن در آن واحد حداقل دو تا همسر داشته باشه خب بریم یه نگاهی به تاریخچه پولیاندری بندازیم و سری بزنیم به قبایلی که هنوز همین موضوع در بین اونها رواج داره پولیاندری یا چند همسری برای زنان در دنیا خیلی نادره انقدری که در بین تمام قبایلی که تا سال 1980 در دنیا وجود داشت این پدیده اجتماعی فقط بین چهار تا قبیله دیده شده و با گسترده شدن تحقیقات درباره این موضوع هم تعداد کمی به این عدد اضافه شد این فرهنگ بیشتر در بین تبتی های نپال و چین شمال هند و بعضی از مناطق آفریقای مرکزی مرسومه ولی تو هر کدوم از این مناطق با توجه به رسم و رسوم های خاص خودشون با هم تفاوت هم داره مثلا توی بعضی از قبایل هند به خاطر اینکه خیلی از زنها فرزندهای دخترشون رو قبل از به دنیا آمدن سقط میکردن تعداد دخترها به شدت کم شده بود برای همین مجبور شدن که رو بیارن به پلی اندری. حالا اینکه چطوری میفهمیدن بچهشون دختره به احتمال زیاد از روش های سنتی و بدون پشوانه علمی البته اینم باید اضافه کنم که چند همسری برای این دسته از زنها اصلا چیز بدی تو فرهنگشون نیست چون یکی از الهه های هندو به نام دروپادی که به خاطر زیبایی و شجاعتش همیشه مورد ستایش بوده خودش اصلا تو افسانه ها پنج تا شوهر داشته در کل بیشتر از همه پولیاندری در بین برخی از تبتی های نپال و هیمالیا رواج داره و این مسئله یه چیز کاملا عادی در بین مردم محلی اون منطقه است توی مناطق پولیاندری به این صورته که طبق رسوم و به صورت سنتی خانواده برای برادر بزرگتر یه همسر انتخاب میکنه و برادران کوچیکتر هم میتونن اعلام کنن که ما هم این همسر برادر بزرگتر رو به همسری خودمون قبول میکنیم و اینجوری اون زن همسر دو یا چند برادر به صورت همزمان میشه تمام این برادرها با همدیگه توی یه خونه و با تک همسرشون زندگی میکنن توی این فرهنگ برادر بزرگتر همیشه محترمه و بیشتر برادرهای کوچکتر طبق خواسته های اون عمل میکنن چون چند همسری توی بخش چینی تبت ممنوع شده زن فقط با برادر بزرگتر ازدواج رسمی میکنه و همون روز ازدواج به صورت سنتی به عقد برادرهای دیگه هم در میاد برخلاف هند برادران تبتی کارها رو بین خودشون تقسیم میکنن و علاوه بر رسیدگی به خونه غذا درست کردن و بچه داری به کارهای بیرون از خونه هم میرسن در واقع هر کدومشون یه گوشه کار رو میگیرن دستشون و به خوبی خوشی هم با هم زندگی میکنن تصمیم درباره اینکه زن در کنار کدوم برادر شب رو به صبح برسونه دست زن و برادر بزرگتره وقتی از این برادرها پرسیدن که آیا شما به همدیگه حسادت نمی کنید اونا جواب دادن که نه اصلا احساس حسادت نداریم و تازه خوشحالم هستیم که اگه یه روزی برامون کار پیش بیاد یه برادر دیگه هست که مراقب همسرمون باشه زنهای قبیله هم اکثرا اعتراضی به شرایط ندارن و از وضعیتشون راضی هن چون به این وضع از اول زندگی عادت کردن خب پس وضعیت بچه‌ای که به دنیا میاد چجوری میشه؟ توی بخش هایی که پلیاندری ممنوعه تمام بچه ها از لحاظ قانونی فرزند برادر اول محسوب میشن ولی تو جاهای دیگه اینطور نیست و معمولا مردها میدونن که بچه مال کدومشونه در کل همه برادرها با هم بچه رو بزرگ میکنن و بچه هم اونا رو به عنوان پدر میشناسه. اینکه یه بچه چند تا بابا داشته باشم تو این قبیله ها کاملا یه چیز عادیه. البته همیشه هم اینطور نیست که یه زن با چند تا برادر ازدواج کنه. در جنوب هند و در قبیله نایار در ایالت زیبای کرالا یک زن میتونه با چند تا مرد از افراد قبیله خودش ازدواج کنه که نیازی نیست این مردها لزوما با هم برادر باشن. تو این قبیله دارایی و نسب از مادر به بچه میرسه و بچه با مادر بزرگ میشه و خیلی وقتا مشخص نیست که پدرش کدوم یکی از همسران مادرشه تو آفریقا هم در بین بعضی از مردم ماسای کنیا پولیاندری شایعه و یه زن میتونه با یه مرد یا بیشتر همزمان ازدواج کنه ولی فرق اونا اینه که همین مسئله برای مردها هم صادقه و مردها هم میتونن چند تا همسر داشته باشن یه فرق دیگه این قبایل آفریقایی با تبتی ها اینه که در بین اونا هم نیازی نیست مرتا حتما برادر باشن و همشون با هم تو یک خونه زندگی نمی کنن. تو این قبیله زن این که با چند تا مرد ازدواج کرده چند تا کلبه مجزا هم داره و حریم خصوصی زن و مرد محفوظتره زن هم به انتخاب خودشه که میره به کلبه های همسرانش جالبه که تو این قبیله خونه های کلبه مانندی که توشون زندگی میکنن توسط زنها ساخته میشه و مردها معمولا نقشی توی ساختن کلبه ها ندارن ولی در کل معمولا پولیاندری بین یک زن با چند برادر اتفاق میفته چند تا از اصلی ترین دلایل پولیاندری در بین این قبیله های اینچنینی از زبان خودشون اینه که اینا توی مناطقی زندگی میکنن که دسترسی به زمین کشاورزی محدوده و اینجوری برادرها با هم یه خانواده رو تشکیل میدن و زمین های کشاورزی بینشون تقسیم نمیشه چون در غیر این صورت بعد از چند نسل دیگه زمینی برای کسی نمیمونه علاوه بر این برادرها با هم روی زمین ها کار میکنن و کارا بینشون تقسیم میشه مهمتر از همین اینه که در این مناطق منابع غذایی محدوده و اگه هر برادر زن خودشو داشته باشه تعداد زیادی هم بچه به دنیا میاد ولی وقتی فقط یه زن دارن نمیتونن تعداد زیادی بچه داشته باشن و این یه جورایی روش جلوگیری هم حساب میشه در نهایت با ورود تکنولوژی و آموزش به این روستاهای دور افتاده کم کم پولیاندری داره منسوخ میشه اونا میگن اگه هر پدری فقط یه دونه پسر داشته باشه دیگه مجبور نیست برای تقسیم نشدن زمینهاش زنش رو با بقیه شریک بشه و اونا میگن احتمالا در چند نسل بعدی دیگه پلیاندری کاملا منسوخ میشه این بود داستان پدیده پلیاندری یا همون چند همسری برای زنان